سه دو یک. هی سلام رفقا، چطورید؟ من الکسام و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو من میخوام این مانیتور رو آنباکسش بکنم که باید بهتون بگم این مانیتور در تاریخ تابستون 1401 اوایل تیر هستیم فکر کنم، بهترین مانیتور موجود در بازار ایرانه. تو ایران یکی اولوش 11800 تا 12 میلیون قیمت این مانیتوره، ولی نسبت به قیمتش واقعا ارزش بالایی داره و کاربرد و ویژگی‌هایی که این مانیتور داره خیلی بیشتر از یه مانیتور 12 میلیونیه. به خاطر همین اینو می‌خوایم آنباکسش کنیم و تا آخر ویدیو متوجه میشید که چه ویژگی‌هایی داره. قبل از اینکه توضیح بدم میریم سریع مانیتور رو آنباکسش بکنیم. البته کانال من همیشه کانتنت اینجوری آنباکس اینا نداره، ولی خب دیگه اینم میذاریم دیگه. پس بدون معطلی لتس فاکینگ گو. این ویدیو به هیچ عنوان اسپانسر شده نیست دوستان، به هیچ عنوان این ویدیو اسپانسر شده نیست، صرفا به خاطر اینکه این مانیتور واقعا قیمت خوبی داره نسبت به ویژگی‌هایی که داره و خب آنباکس میکنیم دیگه. دمش گرم. یه کابل دیسپلی پورت، اصلا اینجور مانیتورها رو بدون کابل دیسپلی پورت استفاده نکنید. چرا؟ چون اصلا بهتون هرتز نمیده. قطعا کابل داشته باشید، خیلی لازمه، مهمه. یه کابل HDMI اضافه، دمشون گرم، کابل HDMI اضافه همیشه به درد میخوره. برق داستان، برق مانیتور، آداپتورش، بیلم کابل آداپتورش. ناوکی از خود مانیتور درمیم. یس یه کفه، یه کفی سنگین. واو قشنگه. قبل از اینکه بخوام اطلاعات همین مانیتور رو بهتون بدم، من یه مانیتور چند ماه پیش معرفی کرده بودم که مال شرکت گیگابایت بود. اون مانیتور پنلش IPS بود، 144 هرتز بود، 27 اینچ بود، جی سینک و اینا هم داشتش، با قیمت 8 میلیون تومان. یس این مانیتور 280 هرتز، 27 اینچه، پنلش IPS، 1 میلی ثانیه است، جی سینک داره و حتی HDR داره. البته باید بهتون بگم HDRی که روی این مانیتور هست توی تست های انجام شده HDR این مانیتور خیلی امتیاز خوبی نگرفته. روی HDRش زیاد حساب نکنید، کیفیت HDR بالایی نداره، خیلی معمولیه. البته من خودم تست نکردم، ولی تست هایی که دیده بودم زیاد چیز جالب نبود. رخ کرده زار اسفلی بود. اوکی، مانی دور روشن شد. خیلی خب رفقا، اینجوری که اینجا مشخصه این مانیتور زوییه که بنکیو سمت راستی هستی که 144 هرتزه، اینجا زده 144 هرتز. این مانیتور الژیمه که اینه IPSه، این 60 هرتزه. آیا این از اولش فکر کنم 240 هرتز باشه، 60 هرتز، what the fuck، کلیک میکنیم و 240 هرتز رو معلوم نبود 240 هرتز رو از اینجا میتونیم اکتیو کنیم.
اما برای اکتیو کردن 280 هرتزش ما باید اوورکلاک انجام بدیم. الان اوورکلاک رو دستی انجام میدم. آها آها، این ویلبلک پشتش رو باید اینجا، این یه چیزه اینجوری داره، یه بیلبیلکی داره، و اون رو داخل فشار بدیم و دوباره دونه داخل فشار بدی، میری تو اوورکلاک و اوورکلاک رو بوم آن میکنی. آیا آف آن دیگه، مکس رفرش ریت، دتس ایت. او چی شد؟ مکسیموم رفرش ریت 270 هرتز. 280 هرتز هنوز بهمون نداده. تو تنظیماتی که اینجا بود باز میشد 280 گرفتا. بذار ببینم. ماکسیمم رفرش ریت 280. Give me the fucking tasty ass 280. اون چیزی که تبلیغ کردی رو کیسا باید به ما بدی. اون چیزی که تبلیغ کردی رو کیس دی جعبه دستگاه، اون هرتز رو باید ما بدی. یس یس، زوم بیشتر از این فوکوس نمیشه. یس دیگه سفته به نو، دتس ایت، دتس فاکین ایت. اینم از این. البته شما یه تعداد پروفایل های دیگه باید ست بکنید. من خودم باید اینا رو باز بررسی کنم بیشتر، یه چهار تا ویدیو تو یوتیوب ببینم. اوردرای اینا هم آنه تا بهترین دریافتی و آدم از بازخورد مانیتورم بگیره. دوستتون دارم زیاد، امیدوارم که خوشتون بیاد. Yeah.